محمد صادق صادقی گیوی، معروف به صادق خلخالی، در سال 1305 در گیوی از توابع خلخال به دنیا آمد و در 17 سالگی به قم عزیمت کرد و همدرس و هم مباحثه مصطفی خمینی شد. وی به مدت 13 سال نزد خمینی دروس طلبگی خواند و از روابط نزدیکی با وی و مصطفی خمینی برخوردار شد، به گونه ای که در دوران تبعید نیز به مکاتبه با یکدیگر می پرداختند و خمینی با الفاظ مهربانانه ای از او یاد می کرد. خلخالی سابقه زندان و محکومیت نداشت، اما پس از قائله 15 خرداد و تحرک خمینی چندین مرتبه بازداشت شد و به مدت 4 در انارک، بندر لنگه، لار، بانه، رفسنجان و رودبار به صورت تبعید زندگی کرد. نظام شاهنشاهی حتی المقدور بر روحانیون طرفدار خمینی سختگیری نمی کرد. این دست روحانیون با صلاح دید ساواک دستگیر و زندانی نمی شدند، بلکه غالباً به تبعید بسنده می کردند. روحانیونی که زندانی می شدند غالباً در ارتباط با حمایت مالی و یا تبلیغی از مجاهدین دستگیر شده بودند و یا به نوعی پروندهشان با اقدامات مسلحانه گره خورده بود. خلخالی 3 داشت: مهدی، محمد و فاطمه. مهدی فرزند ارشد وی که از شاگردان احمد فردی و علاقمندان هایدگر محسوب می شود، مدافع سرسخت پدر و اقداماتش است. وی در سال 1353 دستگیر و به مدت 4 زندانی شد. در دوران قطبزاده به وزارت امور خارجه پیوست و از سال 59 تا 60 به مدت 1 به عنوان وابسته فرهنگی در سفارت ایران در مسکو مشغول کار بود و سپس به آلمان اعزام شد. فاطمه صادقی دارای دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه، از جمله فعالان حقوق زنان است که در دانشگاه هم کرسی تدریس دارد و از جمله زنان پیشرو محسوب می شود که نظریاتش با پدرش در تقابل است، اما مایل نیست در مقابل اقدامات پدرش موضع‌گیری کند. فاطمه صادقی در سالهای 2008 تا 2010 به عنوان پژوهشگر در مؤسسه بین المللی مطالعات اسلام در عصر مدرن یا ICIM و دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه آمستردام هلند مشغول فعالیت بوده است. محمد صادقی فرزند دیگر صادق خلخالی است که در اعتراضات 1 اسفند 1389 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از 1 آزاد شد. غفور صادقی گیوی، برادر وی که متولد 1310 بود و سوادی در حد دوران متوسطه داشت نیز، نماینده خلخال در دوره اول مجلس شورای اسلامی بود که در سال 61 دستگیر و مدتی در اوین زندانی بود. دیوانه زنجیری، اولین حاکم شرع منتخب خمینی. دختر خمینی در مورد رابطه خلخالی خمینی میگوید: در سال 1342 در شبی که مشخص شد فردا میان و امام رو دستگیر میکنن، جمعیت کثیری از مردم قم اومدن خونه ما. خونه پر شده بود از دوستداران امام که می گفتن ما اینجا می مونیم که آقا رو نبرند و کسی هم به آقا بیادبی نکنه. آقا داد زدن که همه بیرون، لازم نیست. همه رفتند، در خانه رو بستیم و اومدیم تو که دیدیم آقای خلخالی رفته یه گوشه خوابیده. گفت آقا مرا بکشید هم از اینجا نمی روم، می مانم و فردا مگر از روی نشر من عبور کنند و شما رو ببرند. آقا اجازه دادن آقای خلخالی
تو خونه بمونه. بعد هم رو کردن به ما و گفتن ما به اینجور آدم های خالص نیاز داریم. خلخالی پس از حضور خمینی در پاریس به دیدار او شتافت و 12 روز قبل از ورود وی به ایران به کشور بازگشت. مرتضی فر در مورد دیدار خلخالی با خمینی پس از بازگشت وی میگه آیت الله خلخالی که بیش از همه از دیدن امام و سلامت کامل ایشان خوشحال شده و به وجد آمده بود، ناخودآگاه با همان عبا و عمامه شروع کرد به رقصیدن در جلوی امام و امام هم از کار ایشان به شدت خندهشان گرفت و همین موضوع فضای کل مدرسه رفاه را عوض و شاد کرد. خلخالی در 24 بهمن 57 با حکم خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب منصوب شد و در این دوره صدها نفر به حکم وی اعدام شدند که بسیاری از آنان وابستگان حکومت پهلوی بودند. در حکمی که خمینی با دست خط خود خطاب به خلخالی نوشته آمده است، جناب حجت الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی دامت افاضاتو، به جناب عالی مأموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعی حکم شرعی صادر کند. خمینی حکم تشکیل دادگاه را به کسی داده بود که از دیرباز خالص می شمرد و بیش از همه به او اعتماد داشت. دکتر ابراهیم یزدی در مورد چگونگی تشکیل دادگاه انقلاب و انتصاب خلخالی از سوی خمینی به عنوان حاکم شهر میگوید یکی از این اقدامات ارائه طرح تشکیل دادگاه انقلاب بود. آقای خمینی به این شرط آن را پذیرفت که حاکم شهر حکم نهایی را بدهد. عده‌ای از حقوقدانان به دفتر نخست وزیر فراخوانده شدند و آنان طرح اولیه دادگاه انقلاب را تهیه کردند. به موجب اساسنامه آن دادستان را نخست وزیر مهندس مهدی بازرگان و رئیس دادگاه را رهبر انقلاب آقای خمینی تعیین می‌کردند. دادستان ابتدا پرونده ها را تنظیم و آماده می‌کرد و سپس آن را برای محاکمه به دادگاه ارائه می‌داد. با معرفی گروه حقوقدان آقای مهندس مهدی بازرگان حکم دادستانی رو به نام آقای احمدیان صادر کرد. آقای خمینی هم 2 نفر را معین کرد، صادق خلخالی و دیگری ربانی شیرازی. آیت الله ربانی شیرازی این مأموریت را نپذیرفت. آقای خمینی از من خواست تا با ربانی شیرازی صحبت کنم و او را متقاعد سازم که بپذیرد. ربانی شیرازی به من گفت که تو خلخالی را نمی شناسی، او یک دیوانه زنجیری است، من نمی توانم با او کار بکنم. آقای خمینی باید یکی از ما 2 نفر را انتخاب بکنه. با امتناع ربانی شیرازی از قبول مسئولیت، آقای خمینی 2 نفر دیگر، آقایان انواری و جنتی را منصوب کرد. از طرف دیگر 2 روز بعد از انتصاب آقای احمدیان به عنوان دادستان توسط آقای بازرگان، آقای خمینی بدون هماهنگی با نخست وزیر آقای هادوی را به عنوان دادستان دادگاه انقلاب منصوب کرد. معنای این کار کوتاه کردن دست دولت از دادگاه انقلاب بود. با انتصاب هادوی به دادستانی دادگاه‌های انقلاب، مدیریت و مسئولیت این دادگاه‌ها به طور کامل از کنترل دولت و معاون نخست وزیر در امور انقلاب خارج شد و مستقیماً زیر نظر خمینی قرار گرفت. آقای هادوی اگرچه دادستان منصوب آقای خمینی بود، اما حقوقدانی اصولگرا و منضبط بود. او اصرار داشت که دادگاه تنها به پرونده‌هایی رسیدگی کند که دادستانی آنها را آماده کرده و به دادگاه ارجاع می‌دهد. اما خلخالی زیر بار نمی‌رفت و چندین بار با هم شدیداً برخورد کرده بودند.
اما خلخالی زیر بار نمی رفت و چندین بار با هم شدیداً برخورد پیدا کرده بودند، به طوری که هادوی تصمیم به کناره گیری گرفت. با درخواست آقای خمینی تیم دادستانی و دادگاه رو به قم بردند. این جلسه در حضور آقای خمینی 3 ساعت به طول انجامید. هادوی مشکلات کار دادستانی را توضیح داد، اما خلخالی نمی پذیرفت و می گفت در اسلام ما دادستانی نداریم و قاضی به علم خود عمل می کند. آقای خمینی به او گفت که اولا تنها می تواند پرونده هایی را رسیدگی کند که دادستان یعنی آقای هادوی به او ارجاع می دهد و ثانیاً به هیچ پرونده ای جز آنچه مربوط به ایادی رژیم سابق است رسیدگی نکند. خلخالی چند نفری رو به جرم لواط اعدام کرده بود که بعدا معلوم شد بعضی از آنها بیگناه. آقای هادوی خیلی آدم خوبیه، اما آدم شلکاریه. آنه واقع دیگه آدم خیلی خوبیه. مسئله جراحی اینا نیست که، شما محل فن اون جراحی نیست. حالا اون دیگه بحث نفرمایید. و یه مسئله آقا، اینجا بحث جراحی قطع دست ایالات متحده آمریکاست و باید مجلس امروز اینو نشون بده. و او را حاکم جان و مال و ناموس مردم کرد. با این وجود ابراهیم یزدی در ابتدا یکی از مدافعان دادگاه انقلاب و احکام صادره از سوی خلخالی بود، چنانچه طی مصاحبه‌ای که 3 اسفند 1357 انتشار یافت درباره دادگاه‌های انقلاب و مجازات اعدام مقامات رژیم پهلوی اینگونه اظهار داشت: به موجب پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و دستور صریح رهبر انقلاب حضرت آیت الله عظما امام خمینی، دستور تأسیس دادگاه‌های فوق‌العاده انقلاب اسلامی رو به دولت صادر فرمودند و بر اساس امر امام دادگاه‌های مخصوص تشکیل شده است تا به حساب جنایت‌ها، آدمکشی‌ها، خیانت‌ها و چپاول‌ها و غارتگری‌هایی که به دست عمال کثیف رژیم سابق انجام شده است رسیدگی نماید و بر طبق موازین قضا، شرع اسلام و مقررات اسلامی آنها را به مجازات برساند. و همانطور که می‌دانید 2 گروه از این جنایتکاران در دادگاه انقلابی محاکمه و به جزای اعمال خودشان رسیدند. خمینی هم همچون خلخالی معتقد بود در اسلام نیازی به دادستان نیست. به همین دلیل هادوی 9 اسفند 57 توسط خمینی و با هدف بی اثر کردن حکم مهدی بازرگان به دادستانی کل انقلاب اسلامی منصوب شد، در حالی که پیش از آن ماشین اعدام بدون دادستان آغاز به کار کرده بود و هر روز بر سرعت و شتاب آن افزوده می شد. از آنجایی که هادوی در ساموخته تاریک خانه های حوزه علمیه نبود و درس حقوق خوانده بود و در تشکیلات دادگستری نظام پهلوی تجربه قضایی اندوخته بود، مطلقاً مورد اعتماد خمینی نبود و او را شایسته چنین جایگاهی نمی شناخت. به همین دلیل از همان ابتدا احمد آذری قمی، یکی از خشک مغزهای حوزه علمیه قم، را به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز انتخاب کرد تا ضمن آن که بر روند اسلامی کردن دادگاه‌ها و دادگستری نظارت می‌کند، زمینه تسلط احکام شریعت بر جان و مال مردم را ایجاد کند. خمینی در مرداد 58 هنگامی که روحانیت به قدر کافی قدرت یافته بود و بر پایه‌های نظام اسلامی مستحکم شده بود، حضور شکلی هادوی را نیز بر نتافت و ضمن برکناری او علی قدوسی، یکی از گردانندگان مدرسه حقانی، را به دادستانی کل انقلاب اسلامی منصوب کرد. خلخالی در خاطرات خود در مورد نحوه انتخابش به عنوان حاکم شهر می نویسد:
خدا شاهد است که ما برای تصدی این مقام کوچکترین تلاشی نکردیم و حتی تا زمانی که به من ابلاغ شد از آن اطلاعی نداشتم. آقا سید روح الله با شناختی که از روحیه انقلابی من داشتند، عصر روز 24 بهمن 57 مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند این حکم رو به نام شما نوشتم. حقیر پس از دیدن حکم به حضورشون عرض کردم آقا این حکم سنگین است. فرمودند برای شما سنگین نیست. گفتم مخالفین و وابستگان به طاغوتیان علیه من تبلیغ میکنند. آقا فرمود من پشتیبان شما هستم و بالاخره این حکم رو باید به کسی بدهم که به او اطمینان داشته باشم. اقدامات جنایتکارانه خلخالی پس از دریافت حکم خمینی. خلخالی در مورد اقداماتش پس از دریافت حکم خمینی می نویسد این جانب پس از دریافت حکم به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم. اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند عبارت بودند از نعمت الله نصیری رئیس سازمان ساواک و خسروداد فرمانده هوانیروز، ناجی فرماندار نظامی اصفهان، رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کل کشور. این چهار نفر در شب 24 بهمن 57 در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را این جانب صادر کردند. در آن شب من تعداد 24 نفر را محکوم کرده بودم که به علت دخالت ها فقط دستور اعدام 4 نفر یاد شده را صادر کردم. آنها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اولین اعدام ما بود. البته من با خوردن خون دل سرانجام توانستم در همانجا آن 24 نفر را به تدریج اعدام کنم. سالار جاف نیز در میان آنها بود. همه افرادی که در دادگاه‌های انقلاب محکوم به اعدام شدند از مصادیق بارز مفسد فلعرض بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند. من عقیده داشتم و حالا هم معتقدم که تمامی وکلای مجلسین شورا و سنا و همه استانداران و رؤسای ساواک و شهربانی که از سال 42 به بعد و پس از تحریم امام بر سر کار بودند محکوم به اعدام می باشند. مدیران کل در وزارتخانه ها که خود عامل اصلی بقای دستگاه بودند و به خاطر تقرب به شاه و خانواده او به هر ذلتی تن می دادند محکوم هستند. خلاصه این که همه افرادی که از همان اوایل تأسیس دادگاه های انقلاب اسلامی و در زندان قصر به حکم این جانب اعدام شدند مفسد فلعرض بودند و به حکم قرآن خونشان هدر بود. آنان یا از هزار فامیل بودند یا فراماسون بودند و یا ساواکی و ایران فروش و جامعه برباده. نمیشد یکی از آنها را به حکم قرآن تبرئه کرد. در فروردین 58 کار دادگاه انقلاب برای مدت کوتاهی متوقف شد و سپس با تصویب آیین‌نامه تشکیل و نحوه رسیدگی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در جلسه مورخه 12 فروردین شورای انقلاب دوباره در 15 فروردین آغاز به کار کرد. اما هیچ یک از مواد آن به جز تأکید روی اجرای حکم در عرض 24 ساعت اجرا نشد. در ماده 3 این آیین‌نامه مقرر می‌داشت که دادگاه انقلاب مرکب از 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علل بدل خواهد بود. اعضای اصلی عبارتند از الف یک قاضی شرعی به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی به تصویب امام متذلو، ب یک حقوقدان به انتخاب قاضی شهر، جیم یک نفر
مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی و دارای عدالت با تعیین شورای انقلاب. روز 18 فروردین سال 58 پس از شروع دوباره کار دادگاه انقلاب، خلخالی با 13 مأمور خود وارد زندان قصر تهران شد و همه تلفن‌ها را قطع کرد تا به زعم خود از اعمال نفوذ جلوگیری کند. به دنبال محاکمه کوتاه در هنگام تنفس، امیر عباس هویدا با گلوله هادی غفاری به قتل رسید و سپس خلخالی حکم اعدام او را پس از قتل صادر کرد. خلخالی در مورد درخواست‌های هویدا پیش از مرگ می‌گوید: پس از تشکیل جلسه محاکمه هویدا و انجام دفاعیات او و صدور حکم اعدام، هویدا در حالی که عرق می‌ریخت گفت: حضرت خلخالی، من نمی‌گویم مرا اعدام کنید، ولی خواهش می‌کنم به مدت 2 ماه اعدام مرا به تأخیر بیندازید. دولت موقت به من وعده داده است. من گفتم اصل تفکیک قوای ثلاثه، مقننه و قضاییه و مجریه رو دولت موقت هم قبول دارد. خلاصه هرچه او اصرار کرد من قبول نکردم و گفتم وصیت خود را بنویس. او گفت: حضرت خلخالی، 1 میلیارد دلار به شما پول میدهم تا شما این کار رو به عقب بیندازید. گفتم اینها شعر است و من نمیتوانم در پیشگاه ملت ایران جوابگوی تأخیر محاکمه و اعدام شما باشم. هویدا گفت: سلام مرا به مادرم برسانید و بگویید به دیدن من بیاید، چون او علاقه زیادی به من دارد و غیر از من کسی را ندارد. گفتم مادران زیادی بودند که گریه می کردند ولی نتوانستن عزیزان خود رو قبل از اعدام ببینند، ولی ما هرچه گشتیم تا مادر هویدا را به دیدن پسرش ببریم، او در دسترس نبود. هویدا حاضر به نوشتن وصیت نشد تا شاید دستور اعدام او به تأخیر افتد و همین را فرجه حساب میکرد و شاید تصور میکرد دستی از غیب برای نجات او بیرون بیاید، ولی چاره ای نداشتیم و سرانجام حکم را اجرا کرد. من 25 سال میخوام تاریخ ایران را بنویسم، 25 سال تاریخ ایران را بنویسم و 25 سال تاریخ ایران را بنویسم. گفتم که شما اینقدر تاریخ نویس زیاده در این روزا که خدا میدونه شما هم بی خود خودت درد سر بدی که چی مثلا خود تاریخ را دارم بنویسم، بعد جامعه هم بینید چی کار میکنم. ادعای این که هویدا به او پیشنهاد 1 میلیارد دلار رشوه برای تعویق حکم اعدام داده است تنها از ذهن بیمار صادق خلخالی برمی آید، چرا که هویدا جز یک آپارتمان و 1 اتومبیل پیکان هیچ چیز دیگری نداشت که حتی نظام اسلامی مصادره کند. ادعای تلاش برای پیدا کردن مادر هویدا در نیمه شب یکی دیگر از دروغ‌های صادق خلخالی است. هویدا دستگیر نشده بود. او با پای خودش به مدرسه رفاه رفت و خود را معرفی کرد. این حقیقت را وی در دادگاه نیز بیان داشت. ابراهیم یزدی میگوید پس از اعدام نصیری و رحیمی و ناجی و خسروداد در بالای پشت بام مدرسه علوی مشاهده میکند که خلخالی و همراهانش در حال نگارش کیفرخواست متهمان هستند. حتی حکم اعدام و مصادره اموال آنها نیز در روز بعد از اعدام صادر شده بود. بسیاری از صاحب منصبان کشوری و لشکری دوران پهلوی توسط خلخالی در دادگاه‌هایی که با هیچ یک از معیارهای حقوقی و قضایی همخوانی نداشت به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. در میان آنها میتوان به عباس علی خلطبری، وزیر امور خارجه دولت هویدا، غلامرضا کیانپور، وزیر اطلاعات و جهانگردی و دادگستری کابینه هویدا و آموزگار،
غلامرضا نیکپی شهردار تهران، منوچهر آزمون وزیر مشاور، وزیر کار و رئیس خبرگزاری پارس، محمد رضا عاملی تهرانی وزیر اطلاعات و جهانگردی، مهندس عبدالله ریاضی و دکتر جواد سعید از رؤسای مجلس شورای ملی، محمود جعفریان مدیر عامل سازمان رادیو و تلویزیون، پروفسور جمشید اعلم سناتور، یوسف خوشکیش رئیس بانک مرکزی، سناتور محمد علی علامه وحیدی و همینطور ارتشبوت نعمت الله نصیری رئیس ساواک، سپهبد نادر جهانبانی، سپهبد امیر حسین ربیعی، سپهبد مهدی رحیمی، سپهبد بیوک امین افشار، سپهبد احمد بیدابادی، سپهبد ناصر مقدم، سپهبد جعفر قلی صدری، سپهبد علی حجت کاشانی، سپهبد محمد تقی مجیدی، سپهبد ابوالحسن سعادتمند، سپهبد هاشم برنجیان، سپهبد دکتر فخر مدرس، سرلشکر رضا ناجی، سرلشکر منوچهر خسروداد، سرلشکر حسن پاکروان، سرلشکر ایرج مطبوعی، سرلشکر علی نشاط، سرلشکر پرویز امینی افشار، سرلشکر غلام حسین شمس تبریزی، سرلشکر علی اکبر یزدجردی، سرلشکر اصغر جلالی، حبیب الله الغانیان، رحیم علی خرم سرمایه دار و بسیاری دیگر اشاره کرد. اما صدور و اجرای حکم اعدام انقلابی خلخالی تنها به وابستگان نظامی و امنیتی و سیاسی نظام پادشاهی ختم نمی شد. روزنامه اطلاعات در تاریخ 15 اسفند 1357 در تیتر یک خود از تیرباران 7 تن به اتهام لواط خبر داد و نوشت که این 7 اعدام برای نخستین بار در تاریخ ایران و به حکم دادگاه انقلاب اسلامی رخ داده است. خلخالی در صدد اعدام بازیگران سینما به اتهام زنا و فساد هم بود. او در پاسخ به سوال پیام فضلی نژاد میگوید کدام بازیگر متهم به زنا بود؟ صادق خلخالی، همین که موی سرخ را بازی کرده. مو سرخه منظورتان است آقای ایرج قادری؟ آهان، همین آقا را. صادق خلخالی، آهان، همین آقا را آوردم پهلوی من. تعریف کردن که چه کار کرده با این زنهای توی فیلم. حکمش اعدام بود، اما شانس آورد که چی شد اعدام نشد یا پشیمان شدم. خلخالی مطهری رو مانع اعدام نصرت کریمی و دیگر فیلمسازان ایرانی معرفی میکنند. پیام فضلی نژاد، پرونده‌ای برای فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم محلل بدان جهت که آن را اشاعه میدانستید در دادگاه انقلاب گشوده نشد. صادق خلخالی، به هر حال قصدمان این بود که با این جماعت چنان برخورد شود که دیگر کسی فکر اهانت به مقدسات به ذهنش خطور نکند. سازنده محلل رو من بودم اعدام می کردم. به مطهری هم گفتم با چند تا اعدام اینها ادب می شوند و چند سال بیمه ای، یعنی جامعه بیمه است. اما ایشان زیاد موافق نبود و امام هم از طریق آقای مطهری بالاخره متوجه شدن موضوع برخوردها رو که بنا داشتیم بکنیم و در نهایت من کردیم. وی در خاطرات خود از اینکه نتوانسته بسیاری از کسانی را که قصد اعدام آنها را داشته به جوخه اعدام بسپارد ابراز ناخرسندی کرده است. او در گفتگویی با مرحوم حسین مهری از اینکه نتوانسته تعدادی از وابستگان نظام سلطنتی را اعدام کند و آنها قادر به فرار شدن اظهار تأسف میکند و میگوید آذری قمی میگفت حسن شما این است کسی را که محکوم به اعدام میکنی میایستی حکم اعدام اجرا شود بعد میروی میخوابی.
خلخالی مبتکر قتل‌های خودسرانه نیز بود. حکم قتل سید جواد ذبیحی، یکی از مداحان دوران پهلوی، نیز توسط خلخالی صادر شد و توسط عواملش اجرا شد. آنها با مراجعه به درب منزل ذبیحی به بهانه اجرای مراسم نیایش او را با خود بردند و به قتل رساندند. روزنامه اطلاعات گروه شاهین را عامل قتل ذبیحی معرفی کرد. خلخالی وی را در لیست اعدام شدگان خود قرار داده است. تقی روحانی، گوینده و مجری رادیو، نیز توسط خلخالی به مرگ محکوم شد. روحانی به جرم تبلیغ به نفع رژیم پهلوی به 5 سال زندان محکوم شد که باید 2 سال اول محکومیت خود رو در زندان ایران شهر و 3 سال باقی مانده را در زندانهای تهران می گذرد. وی همچنین به علت اعتراف به شرب خمر به 80 ضربه شلاق نیز محکوم گردد. روحانی در روز 11 مهر 58، در حالی که برای طی دوران محکومیتش به ایران شهر برده می شد، از سوی گروه مسلح یک بار مصرف توحیدی مستضعف رو بوده شد و در بیابانهای اطراف جاده آرامگاه به شدت مضروب شد و در نهایت زاربین به تصور آنکه وی به قتل رسیده او را به حال خود رها کردند. روحانی که در کما رفته بود در اثر ضربات وارده فلج شد و قدرت تکلم خود را از دست داد. گفته می شود ربایندگان زبان وی را بریده بودند. خلخالی همچنین بسیاری از مقامات پهلوی را در کنار خود محمد رضا شاه و اکثر اعضای خانواده اش مفسد فی الارض نامیده و به اعدام غیابی محکوم کرد. او برای ترور آنان در خارج از کشور تلاش هایی نیز صورت داد. 16 آذر 1358 شهریار شفیق، پسر اشرف پهلوی که یکی از افسران خوشنام نیروی دریایی بود، به جای برادرش شهرام در پاریس ترور شد. گفته می شد ترور ارتش بود غلام علی اویسی در پاریس و تلاش برای ترور بختیار بر اساس احکام صادر از سوی خلخالی صورت گرفت. پس از عزیمت محمد رضا شاه به مکزیک، خلخالی اعلام کرد که گروهی از اعضای فدایان اسلام را برای ترور وی اعزام کرده است. او همچنین گفت با کارلوس، تروریست معروف آمریکای جنوبی، برای ترور شاه هماهنگی صورت داده که هر دو البته بلوف بود. در پشت جلد کتاب ایام انزوا خاطرات خلخالی آمده است: من حاکم شهر بودم و 500 و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را محاکمه و اعدام کردم و 100ها نفر از عوامل قائله کردستان و گنبد خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم و اکنون در مقابل این اعدام هایی که کردم نه پشیمانم و نه گلمند و نه دچار عذاب وجدانم. خلخالی در گفتگو با خبرنگاران حق اعتراض زندانی نسبت به حکم صادره، برخورداری از وکیل مدافع، وجود هیئت منصفه در دادگاه و محاکمه طبق آیین دادرسی رو شیوه اروپایی خوانده و مخالفت خود رو با آنها اعلام کرد. وی همچنین مدعی شد وقتی از نظر شرعی کسی مجرم شناخته شد، دادن آب و غذا به وی حرام است و باید مجرم بلا درنگ اعدام شود. با این وجود نه تنها هیچ کس به اعتراض و شکوه لب نگشود، بلکه گروه های سیاسی به حمایت از وی و دادگاه های انقلاب پرداختند. او بدون پشتیبانی گروه های سیاسی نمی توانست به جنایات خود ادامه دهد. حمایت تمام عیار گروه های سیاسی از جنایات خلخالی.
سازمان چریکای فدایی خلق در بیانیه‌ای اعدام هویدا را یک اقدام انقلابی نامید و خواهان ادامه کار دادگاه‌های انقلابی شد. در بیانیه آمده است امیرعباس هویدا نوکر گوش به فرمان امپریالیسم و خدمتگزار کاسدیس دستگاه شاه اعدام شد. این مزدور که 13 سال یکی از گردانندگان دستگاه حکومت فاشیستی شاه و مجری جنایات بیشمار در حق خلق قهرمان ایران بوده است به سزای اعمال کثیف خود رسید. سازمان چریکای فدایی خلق ایران ضمن اظهار کمال خرسندی از این اقدام انقلابی معتقد است پاسخ به ضرورت سرکوب و مجازات ضد انقلاب موضعی است کاملا انقلابی که مورد حمایت و پشتیبانی همه نیروهای مبارز خلق قرار خواهد گرفت. ما نیز معتقدیم آنان که سالها به قیمت خون هزاران مبارز میهن ما نردبان ترقی در نوکر صفتی را طی کرده اند، آنان که جز دزدی و غارتگری، جز نوکری اربابشان آمریکا و جز تشدید فقر و بدبختی توده های ستمکش خلق، جز خیانت به ایران و خلق قهرمان آن هیچ نقشی نداشتند، نباید سرنوشتی جز این داشته باشند. ما برای اثبات جنایات امثال هویدا احتیاج به سند نداریم، چرا که به قول کاملا مستدل آیت الله خمینی اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند، اینها را 37 میلیون مردم ایران نیز شهادت دادند. حزب توده یکی از اصلی ترین جریانهای مدافع دادگاه‌های انقلاب در حمایت از وی چنین نوشت: آنان از اینکه دادگاه‌های انقلابی آیین‌نامه تصویب شده ندارند، جریان دادگاه‌ها علنی نیست، متهمین وکیل مدافع ندارند و غیره شکایت می‌کردند. بگذار بانگ رسای جنبش انقلابی ایران صدای اربابان جنایتکار رژیم سابق را که از گلوی مدافعان دروغین حقوق بشر بیرون می‌آید خفه کند. آنان از اینکه دادگاه‌های انقلابی آیین‌نامه تصویب شده ندارند، جریان دادگاه‌ها علنی نیست، متهمین وکیل مدافع ندارند و غیره شکایت می‌کردند. بگذار بانگ رسای جنبش انقلابی ایران صدای اربابان جنایتکار رژیم سابق را که از گلوی مدافعین دروغین حقوق بشر بیرون می آید خفه کند. گروه های سیاسی نه تنها به روند دستگیری و محاکمه ها و اعدام های غیر قضایی سران رژیم پهلوی اعتراض جدی نداشتند، بلکه همچنان خواستار ادامه کار به همان شیوه و سبک و سیاق بودند و در پنهان و آشکار بدون توجه به پیامدهای آن ادامه کار دادگاه ها و دادسراهای انقلاب را می‌خواستند. حزب توده در چنین ایامی در حمایت از خلخالی سنگ تمام گذاشت. رئیس دادگاه‌های انقلاب، این بازوی توانا و کارای انقلاب، به مردم نوید مهمی داد و به ضد انقلاب هشداری جدی. علی‌رغم توطئه‌های خارجی و داخلی، علی‌رغم اشک‌های تمساح که به نام حقوق بشر و موازین قضا توسط پایمال کنندگان بیشرم این حقوق و موازین به زمین ریخته می شود، حضرت آیت الله خلخالی گفت که کار دادگاه های انقلاب همچنان ادامه خواهد یافت. البته در همان دوران نیز اینجا و آنجا قرولند هایی بود و گروه های سیاسی اطلاعیه های مبنی بر برگزاری دادگاه های علنی صادر می کردند. اما این اطلاعیه ها رعایت حقوق متهمان و یا مخالفت با آیین دادرسی به کار گرفته شده در این محاکمه ها را مد نظر نداشتند، بلکه اعتراض به عدم افشای جنایت های رژیم شاه، شیوه ها و کارکرد عام بود.
اعدام‌های انقلابی نتیجه فشار نیروهای ترقی‌خواه و انقلابی بر سازشکاران است که ندای عفو عمومی را ساز کرده بودند. این اعدام‌ها ضد انقلاب را تضعیف می‌کند و امری کاملاً واجب است. ما قاطعانه از این اعدام‌ها حمایت می‌کنیم و نقش قاطع آیت الله خمینی در حمایت از خاص نیروهای انقلابی سبب شد که اعدام خائنان و جنایتکاران دوباره از سر گرفته شود. وقتی جوانان ما را در شکنجهگاه ها اعدام می کردند، امپریالیسم با همکاری همین جنایتکاران میلیون ها نفر را در فقر و گرسنگی قرار می داد. آنهایی که در خارج از اعدام هویدا ابراز نگرانی می کنند دقیقاً همان کسانی هستند که ایران را غارت کردند. آنها با حمایت از هویدا قصد حمایت از ضد انقلاب را دارند. ما آنها را آزادی خواه نمی دانیم. شیوه محاکمات در سرنوشت این جنایتکاران تغییری نمی دهد. برای میلیون ها نفر ایرانی که سالها خیانت اینها را دیده اند و از موارد متعدد جرمشان آگاه هستند، مورد مبهمی باقی نمی ماند. اعدام این جنایتکاران انسانی ترین کار است. البته خوب اگر دادگاه ها علنی تر بود و مردم هم می توانستند محاکمه جنایتکاران را مستقیم از تلویزیون ببینند و یا در آن شرکت داشته باشند بهتر بود. اما ما قویاً از این دادگاه های انقلابی پشتیبانی می کنیم. نورالدین کیانوری هنگام بازگشت به ایران در گفتگو با روزنامه کیهان در مورد دادگاه های انقلاب گفت: اینها انقلاب را سربلند کردند. زوزه هایی که در غرب علیه این احکام انقلابی می کشند زوزه های دلسوختگان است که نه تنها پایگاه بلکه مهره های تربیت شده خود را هم از دست می دهند. البته ما خیلی خوشحال می شدیم اگر مذاکراتی که در این دادگاه ها می شود به اطلاع عموم می رسید. اول خرداد 1358 در پی صدور حکم اعدام شاه و عده‌ای از اعضای خانواده پهلوی و اعتراضات داخلی و بین المللی نسبت به احکام صادره توسط خلخالی و بالا گرفتن موضوع اعدام حبیب الله الخانیان و محکومیت آن توسط سازمان‌های حقوق بشری و سنای آمریکا، وی مجبور به استعفا از دادگاه انقلاب شد. اما روز سوم خرداد خلخالی مصاحبه کرد و گفت با استعفای او موافقت نشد، اما مرجع آن را مشخص نکرد. روزنامه اطلاعات همان روز گزارش داد که وی روز دوم خرداد در دادگاهی که در قزوین تشکیل شد شرکت و حکم محکومیت 6 نفر را صادر کرد. این روزنامه همچنین خبر داد که روز سوم خرداد خلخالی در یکی از شهرهای شمالی کشور به عنوان حاکم شهر حضور خواهد یافت. حزب توده در ارتباط با استعفای خلخالی نوشت: خبر مربوط به استعفای آیت الله خلخالی حاکم شهر با آنکه خوشبختانه مورد قبول قرار نگرفت و هر گونه نگرانی را از بابت این استعفا و احتمالاً انعکاس آن روی ادامه کار دادگاه‌های انقلابی برطرف کرد، با تعجب و تأسف همه میهن‌پرستان روبرو شد. اظهارات آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه درباره سمت آقای خلخالی در دادگاه‌های انقلابی و پاسخ و استعفای آقای خلخالی به دنبال آن انگیزه این تأسف و تعجب ما بود. ما صرف نظر از هر سلیقه شخصی که درباره نحوه کار دادگاه‌های انقلابی وجود داشته باشد، اعلام می‌داریم که کار دادگاه‌ها می‌بایست ادامه یابد و از انقلابیون مقتدری نظیر آیت الله خلخالی برای ادامه کار دادگاه‌ها می‌بایست استفاده شود. سخنان وی درباره خاندان پهلوی و همدستان شاه مخلوع و حکم اعدام این تباهکاران مورد تأیید خلق به پاخواسته ایران است و
و نباید موجب نگرانی برخی از مسئولان اجرایی سیاست‌های دولت شود. سازمان پیکار در حمایت از خلخالی و احکام وی در ارگان رسمیش نوشت: یک بار دیگر شعله‌های خشم مقدس خلق در دادگاه‌های انقلاب تجلی یافت و جاسوسان و جنایتکاران دیگری را در کام خود فرو کشید. روبهکان و فرومایگانی که تا دیروز به چپاول و غارت و خیانت به توده‌های رنج دیده خلق ما مشغول بودند و با تبختری فرعونی فرمان می‌راندند، چه نفرت انگیز و تهوع آور در پیشگاه خلق به عجز و لابه در افتادند و برای ادامه زندگی ننگین خود به التماس و استغاثه دست یازیدند. و چه کوردل و احمق اندینان که میپندارند خلق خون شهیدانش را و رنج و مشقت سالیان دراز دوران اختناق را به همین سادگی فراموش میکند و تسلیم تضرع و زاری این خائنین و جنایتکاران که دستشان تا مرفق به خون عزیزانش آغشته است میشود. و چه کوردلتر و احمقترند اربابان این سفلگان که در غرب و اسرائیل جنجال را می اندازند و برای حقوق بشر اشک از دیدگان کثیف خود فرو می ریزند و برای بشرهای زالو صفتی چون الغانیان اظهار تأسف و تأثر می کنند، تا شاید اراده خلق دائر بر معدوم ساختن خائنین به خود خللی ایجاد شود تا از منافع استثمارگرانه آنها پاسداری کند. حزب توده کار رو به جایی میرسونه که در نهم مرداد 58 با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام میکنه که خلخالی از هر کجای ایران برای مجلس خبرگان قانون اساسی کاندیدا بشه مورد حمایت اونها خواهد بود. این در حالی بود که ماه بعد آذرنوش مهدویان، یکی از اعضای حزب توده، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به حکم همین خلخالی مقابل جوخه اعدام قرار گرفت و به گفته علی رازیزاده حاکم شرع کرمانشاه قبل از مرگ شعار درود بر حزب توده سر داد. مجاهدین در مخالفت با اعتراض‌های بین‌المللی مبنی بر عدم رعایت حقوق متهمان که متوجه دادگاه‌های برگزار شده توسط خلخالی و گفتگوهای مطبوعاتی وی بود نوشتند. مجاهدین در مخالفت با اعتراض‌های بین‌المللی مبنی بر عدم رعایت حقوق متهمان که متوجه دادگاه‌های برگزار شده توسط خلخالی و گفتگوهای مطبوعاتی وی بود نوشتند: دادگاه انقلاب که با چند اعدام انقلابی کارش را شروع کرد، از تایید و حمایت گسترده ترین اقشار خلق ما برخوردار بود، آن هم در شرایطی که همه امپریالیست ها و محافل ارتجاعی جهان یک صدا زبان اعتراض علیه این دادگاه ها گشوده بودند و ظاهراً به خاطر نقض آنچه که خود حقوق قانونی متهمین و یا محاکمه عادلانه می‌خواندند، اعدام‌های انقلابی این دادگاه‌ها را محکوم می‌نمودند. حزب توده نیز در حمایت از روند کارهای دادگاهی انقلاب اینطور نوشت: دشمنان داخلی و خارجی انقلاب، امپریالیسم و صهیونیسم و ایادی آنها موذیانه زیر عنوان اجرای عدالت و دموکراسی جریان کار دادگاه‌ها را تخته می‌کنند. آنها پروسه قانونی دادگاه‌های دوران انقلاب را با دادگاه‌های عادی به عمد اشتباه می‌کنند و خواستار آنند که پروسه عادی پیگرد و بازجویی محاکمه در مورد این خائنین و جنایتکاران انجام شود.
اینک باید از پیشگاه خلق قهرمان ایران پرسید آیا به حقوق بشر و صلیب سرخ و دیگر نازک دلان جهانی اجازه می دهید این جانیان و شهید کشان را از محکمه عدل اسلامی و از معرض حکم امام خمینی که تبلور رحمت و قهر ملت است نجات دهند؟ این حزب حتی از بکارگیری آیات قرآن نیز خودداری نمی کرد. دادگاه های انقلابی یکی از مؤثرترین تحکیم کنندگان بنیاد انقلاب کبیر ما هستند. و فی القصاص حیات یا اولو الابصار، دادگاه های انقلابی یکی از عالی ترین پایه ها و مؤثرترین تضمین کنندگان پیروزی نهایی انقلاب کبیر و همه خلقی ایرانند. چرخ های این دادگاه ها را خون پاک بیش از 100,000 نفر از ارزنده ترین فرزندان خلق های ایران، زنان، مردان، نوجوانان و حتی خردسالانی به گردش در می آورد که در طول همین یک سال به دست تشخیمان رژیم طاغوتی منحله به خاک ریخته شد تا بهار آزادی را در میهن ما لاله باران کند. این چرخ ها را باید آنقدر در گردش بیاوریم تا هر گونه زمینه بازگشت دوران طاغوت را به هر شکل و صورت که در می آیند غیر ممکن و ممتنع سازند. جمعیت دفاع از آزادی حقوق بشر که در سال 56 تشکیل شده بود هیچ اطلاعیه‌ای در محکومیت دادگاه‌های خلخالی و دادگاه‌های انقلاب صادر نکرد و از حقوق هیچ یک از متهمان دفاع نکرد. گویا حقوق بشر تنها مختص مخالفان نظام پهلوی بود. چهره‌های صاحب نام این جمعیت عبارت بودند از 1. سید ابوالفضل موسوی زنجانی، مهدی بازرگان، حبیب الله پیمان، نورعلی تابنده، علی اصغر حاج، سید جوادی، خلیل الله رضایی، کاظم سامی، ید الله صوابی، کریم سنجابی، هاشم سباقیان، احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، اسدالله مبشری، سید احمد مدنی، رحمت الله مقدم مراغی، محمد ملکی، ناصر میناچی، حسن نزیه، منوچهر هزارخانی و ابراهیم یونسی. البته افراد فوق بجز حاج سید جوادی از اعدام ها دفاع نکردند و حاج خلیل رضایی که 4 فرزندش کشته شده بودند در دادگاه نصیری حاضر بود و شهادت داد، اما نپذیرفت در پشت بام مدرسه علوی حاضر شد. در همان حال در دفاع از اعدام های خلخالی، سیاوش کسرایی در شعری خطاب به خمینی این چنین نوشت: دارمت پیام ای امام، که زبان خاکیانم و رسول رنج، بر تو هم درود، بر تو هم سلام، آمدی خوش آمدی، پیش پای توست ای خجسته، ای که خلق می کند قیام، حق ما بگیر، داد ما برس، تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام، حالیا که می رود سمند دولتت بران، حالیا که تیغ دشنه تو می برد بزن. در همان ایام وقتی مهندس بازرگان که تا چند روز قبل رئیس کمیته ایرانی دفاع از آزادی حقوق بشر بود به شکلی بسیار خفیف از در مخالفت با آیین دادرسی جدید برآمده و خواهان ارجاع پرونده ها به دادگستری شد، علی اصغر حاج سید جوادی که عضو کمیته ایرانی دفاع از آزادی حقوق بشر بود نیز در روزنامه اطلاعات این چنین نوشت: لا تأخذکم رأفتن فی دین الله، یعنی در اجرای احکام الهی
دستخوش رعفت و عطوفت نشود. وی سپس بدوی گونه اظهار داشت محیط انقلاب باید با سرعت و شدت پاکیزه شود، یعنی همه دشمنان انقلاب، همه میکروب ها و سمومات مولد فاسد و ظلم باید و بدون کمترین درنگ نابود شود. صاحبان قلوب رعوف و باگذشت هرگز نمی توانند قانون و ناموس انقلاب یک ملت ستم دیده را درک نمایند و بین بردباری و صبر برای روبرو شدن با مشکلات و عجله و شتاب برای نابودی عناصر فاسد و خطرناک رژیم استبدادی فرق بگذارد. خب دوستان خسته نباشید، رسیدیم به پایان قسمت اول از مستند خلخالی. برای من بسیار درس‌آموز و البته بسیار دردناک بود وقتی اسامی افرادی رو میخوندم و میدیدم که اینها در اوایل انقلاب چطور از جنایات جمهوری اسلامی حمایت میکردند، بیانیه صادر میکردند و چطور در آتش این جنایات شخص مجنون و آدمکشی مثل خلخالی میدمیدند. افرادی از سازمان مجاهدین خلق، از جبهه ملی، از سازمان پیکار که بعضی از اونها در همون اوایل انقلاب خلق هم شدند، شریکای فدایی خلق و بعضی از اونها هم سالهای بعد از خطار انقلاب پیاده شدند و نه تنها از خطار انقلاب پیاده شدند بلکه بسیاری از اونها از دم تیغ رولا خمینی بهتر بگم گذرانده شدند. به هر حال بسیار درس آموزه، بسیار تلخه شنیدن این روایات و خوندن برگ‌های از تاریخ که من فکر میکنم این روزها یا بسیاری از مردم فراموش کردن که چه اتفاقاتی افتاده و یا اینکه به واسطه مشکلاتی که این روزها بر کشور حاکمه وقت نمی کنن که یک بار دیگه دوره بکنن، که اگر حکومتی امیدوارم به زودی پس از جمهوری اسلامی بیاد و با معیارهای حقوق بشر و حقوق انسانی بخواد خودش رو تطبیق بده، این تجربه ها و این برگ های سیاه تاریخ جمهوری اسلامی به خصوص در اوایلش بسیار کمک کننده و یاری رسانه برای اینکه ما مجدداً به دام دیکتاتوری مانند رولا خمینی نیفتیم. بعضی از این اسامی رو که میخوندم همین الان با کارل پوپر هم چای نمیخورن، حالا از بعضیشون که زنده هستن، اما شما دیدید و شنیدید که در اوایل انقلاب چطور بیانیه صادر میکردن برای آدم کشی و حمایت از آدم کشی های خلخالی. به هر حال خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید، دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. من سعی میکنم قسمت بعدم زود آپلود بکنم، قسمت آخر لاجوردی رو هم حتما آپلود خواهم کرد. ببخشید خورد سرم شلوغ بود و کمی بعد خورد شدم. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون.